Russian lip filler. You may hear this trend these days so many times. Russian lip filler now is a trend nowadays. But what is this? What is the character of Russian lip filler? In Russian lip filler, the main character is the projection of the lip tissues toward the front or outside. So we will have projection in upper lip and lower lip, both of them. And the other one is we will create a very nice line for the lip, vermilion line, or the upper or lower lip line, that it will give you a very nice border and contour to your lips, and we will give a very nice fullness to your lip tissue. These are the character of this trended lip filler style. But who can do this? Mostly we can use this one in the people who they have a long distance between their nose and the upper lip. The people who doesn't have upper lip line, and the people who they have a little bit the normal and in the average tissue of the lip tissue they have. So in these people we can do the Russian lip filler. But in some people we can do this one, and unfortunately the people who has a very short distance between their nose and their lips, and the people who have very thin lip tissue, and the people who have a little bit wide lips, usually the result cannot be that much successful and nice. I am Dr. Abbas. Thank you for watching my videos. فیلر لب روسی یا روشن لیپ فیلر حتما این روزا زیاد در موردش شنیدین. این مدل تزریق لب روسی چجوری هست؟ چه مشخصه هایی داره؟ فیلر لب روسی یک مشخصه بسیار بارزش پروژکشن به سمت بیرون یا برجستگی و برآمدگی لب رو به بیرون هست، به سمتی که بافت لب یه مقداری بیرون زدگی پیدا میکنه و رو به بیرون خودش رو نشون میده. یه مشخصه دیگه که این تزریق لب داره این هستش که برجستگی خط لب یا خط لب برجسته و درشتی به شما میده، به حالتی که بین خط لبتون و پشت لبتون یک حالت نیم دایره، یک کروی، یک قوسی ایجاد میکنه. یه مشخصه دیگهش اینه که در واقع به بافت لبتون حجم میده، یا به قول خودمون ایرانی های لب قلوهی براتون درست میکنه، پر میکنه بافت لبتونو. این از مشخصه های فیلر لب روسی هست. اما چه کسایی کاندید فیلر لب روسی یا ژل لب روسی هستن؟ کسایی که پشت لب بلندی دارن، یعنی فاصله بین بینی و لب بالاشون یه مقداری بلند هست، کسایی که خط لب ندارن، خب خیلی این تزریق براشون قشنگ جواب میده، چون وقتی براشون تزریق میکنم یه خط لب خیلی خوب براشون درست میشه، باعث میشه اون فاصله پشت لبشون کوتاه بشه، و کسایی که بافت لب متوسط به بالا دارن، یعنی لبهاشون خیلی باریک نیست. به همین ترتیب تو چه کسایی شاید نتونیم این کار انجام بدیم؟ خب کسایی که لبهای خیلی باریک دارن، بافت لب آنچنانی ندارن، ما شاید مجبور باشیم چند جلسه تزریق رو انجام بدیم تا بتونیم این بافت ژل لب روسی رو، مدل روسی رو براشون بزنیم. کسایی که پشت لبشون کوتاه، اصلا نمیتونیم براشون این کار انجام بدیم، چون صورتشون اصلا قشنگ و زیبا نمیشه. و کسایی که مقداری لب و دهن عریضی دارن هم نمیتونیم براشون مدل لب روسی رو بزنیم. من دکتر عباس اشرف‌زاده هستم. مرسی از همراهیتون.